به نام خدا سلام عرض ادب و احترام یک بازی نخنما یک بازی که دیگه واقعا لز شده یه آقایی که معروف هست وزیر خارجه سابق هست میاد و میگه که جنگ مردم ایران رو میکشه روس همیشه به ما خیانت کردن روس ها انجام نمیدن تا که سرمون بعد کلاه بره این, شخص سالها موازه ضد روسی رو دنبال میکنه ها یعنی همین وضعیت با آمریکا نمیگه بعد اساتید دانشگاه و فعالین کنشگر سیاسی اون جریان شروع میکنن دیدم یکی از اساتید دانشگاه تهران تو روزنامه آلمان یه مطلب نوشته بود که مسئله جمهوری اسلامی تا که باید درس نگیرن از عوات روسیه اگه به تاریخ نگاه کنید پر هست از خیانت های روس ها به ما تا کی باید درس نگیریم و خب من اینجا اول دو تا مسئله رو باز کنم روس ها اولا چطوری نگاه میکنن به مسائل روس ها دو تا مسئله دارن مسئله اول اروپاست همیشه اروپا به اینها حمله کرده تو 300 سال اخیر اروپا همیشه بهشون حمله کرده چطور یا ویلهلم دوم یا هیتلر یا بناپارت یا عثمانی ها فرقی نداره لهستانی ها اونها همیشه از سمت اروپایی مورد تهاجم قرار گرفتن و نگاهشون به اون اروپایی ها همیشه نگاه بسته هست درها رو میبندن و تلاش میکنن که خیلی محتاط باشن آخر هم گسترش ناتو منجر به حمله روسیه به اوکراین شد چون این اتفاق باز باز و باز هم تکرار میشد مسئله دوم روس ها چیه؟ چون اروپایی ها بهشون حمله میکردن از 300 سال گذشته جنوبشون مهم بود که محاصره نشن به ایران حمله میکردن قفقاز آسیا می نجدا میکردن به افغانستان حمله میکردن با درک این موضوع با درک این موضوع استاد دانشگاه محترم شما که هیچ وقت نمیایید با امثال ما مناظره کنید فقط می نویسید چند خطی توییت می زنید و استوری اما با علم به این موضوع حالا بیاید وارد تحلیل بشیم روس ها همیشه به ما حمله کردن همیشه بخشی از این سرزمین رو جدا کردن سالها خونه ما رو در کردن روسیه کشور قدرتمنده همونطور که آمریکا کشور قدرتمنده شما در جغرافی استادی در جنوب روسیه در همسایگی روسیه که 300 سال اخیرش رو فقط نگاه کنید همیشه بزرگترین ارتش های اروپا به روسیه حمله کرده و روسیه برای فرار از این موضوع نیاز به جنوبش داشته با آبهای گم برای تجارت برای اینکه تحریم نشه و برای اینکه بتونه دچار فروپاشی نشه پس به ایران حمله میکرده این در همسایگی یک قدرت بزرگ به نام روسیه هست ایران ایران با علم به این موضوع چکار کرده ایران باید با علم به این موضوع سیاستهایی رو با فاصله گرفتن از غرب به صورت متوازن با روسا ادامه میداده به صورت متوازن تمام این ها و سعی میکرد ابزار قدرت بسازه چرا ابزار قدرت اول از همه ما باید در مقابل روسا تعریف نمیشدیم کاری که آقای ظریف خیلی تلاش داره انجامش بده ما نباید در مقابل روسا تعریف شدیم ما همسایه روس روسا قوی روس ها صفت و خویشون و ذهنیت سیاسیشون پرخاشگرانه نست تهاجمیه به اوکراین حمله میکنن هر جا تهدید ببینن اگه ما بریم با آمریکا ببندیم تهدید باشیم برای روسا جنوبشون بستش اروپا از شمال بیاد و دریای سیام که ترکیه عضو ناتو داردانل بوسفور بسته از اون ورم که شرق دورش ژاپنی ها و اوکیناوا و چل هزار آمریکایی و کلی تسلیحات هست این این روسیه گرفتار میشه تهاجمی رفتار میکنه ما بعد کار میکردیم با علم به این موضوع که آقا شما وقتی ابزار قدرت نداری تو هر توافقی که بری باید فقط باج بدی هر توافقی که دو طرف توی یک میز میشینن سر یک میز باید باج بده چون اون اون بالاتره حالا برای اینکه باج ندی گاهی میرفتی به انگلیسی نزدیک میشدی که این بالانس بشه ولی اونها با هم توافق میکردن ولی به تو باج نمیدادن که تو بزرگشی؟ شی خب قربی رو که بزن بره کنار چرا بزن بره کنار چون تو در همسایگی خرس وحشی هستی بخوای صرفا غربی بازی کنی نابود میشه دیدم نمیدونم درست یا نه نرفتم تحقیق کنم دیدم ادعایی بود که میگفتن خانم آقای بذار رو نیارم ولش کنم خواستم راجع خانم فرح صحبت کنم که مدعی شده بودن روس ها آشناش کردم با محمد رضا شاه و زمینه ازدواجش رو فراهم کردم من نمیخوام وارد بحث بشم ولی این رو میدونم که ایران نقطه حساسی بود غرب با به دست آوردن ایران و ترکیه میتونست روس ها رو مهار کنه خب ایران جایی بود که اگر میخواست با غرب بازی کنه و نقش اوکراین امروز به دست میگرفت اما یه موضوعی شما سر هر میزی که بشینی چون ابزار قدرت نداشتی اینها هر آنچه که به شما دیکته کنن شما باید بپذیری اگه نپذیری بهتون حمله میکنن برای اینکه ابزار قدرت نداشتی گاهی به غربی ها نزدیک میشدی ولی خود غربی ها باید سر یک موضوع اتفاق نظر دارن روسیه و بریتانیا با هم سر یک موضوع اتفاق نظر دارن ما با هم بزرگ... ما دو بزرگیم ما باید در دنیا رقابت کنیم برای سهم بیشتر با هم دیگه ولی این این نقاط نباید بزرگ بشن اینها باید برای ما بمونن حالا یا بیرز میشی یا من ولی ما اینا رو بزرگشون نمی کنیم پس ایران گیر بود چی اتفاق افتاد اروپا با روسیه درگیر بود روسیه به جنوبش حمله میکرد یعنی قفقاز آسیای میانه ایران و این بخش رو جدا میکرد از راه پولی جنوب شد دست نده ما ابزار قدرت نداشتیم به میخواستیم بگیریم از فرانسه و یا بریتانیا یا ولی همون معادله که گفتم ما رقیب هستیم بزرگیم هر دو فرانسه بریتانیا روسیه ولی دلیل نمیشه بیام ایران رو هم بزرگ کنیم ایران باید برای ما باشه گاهی میتونیم با هم توافق کنیم هر دو بخوریم شما شما رو بردار ما جنوب رو برمیداریم این هم دلیل نمیشه شما بیای بالا آقای استاد دانشگاه روزها تمام این سالها یا به ما حمله کردن یا خاک از ما جدا کردن یا در هر توافقی به جز توافق معتقدم 19 که توافق خوبی بود نگاه بالا به پایین داشتن و همینطور که الان با امریکا وقتی توافق میشید آنچه که هست مال اون بد باشه بعد ابزار قدرت میساختیم، ما امروز ابزار قدرت ساختیم حالا معناش فرق میکنه عزیزان آقای دکتر ظریف آقای استاد دانشگاه آقای... اسم اسنایرم فرق میکنه من من شما رو ارجاع میدم به یک ویدیو آقای صدر حاجی هست فرمانده روس‌ها نشسته سر یک میز جدیدن اومده بیرون دارن صحبت میکنن صدر حاجی میفرماید که ما تو بخش پهپادی بسیار توانمند شدیم و میایم بحث پهپادی شما رو در واقع توسعه میدیم پهپاد امروز یک مؤلفه بسیار مهمه در کنار موشک‌ها و جنگنده‌ها به صورت ترکیبی قدرت عجیب و غریبی به شما خواهد داد خب و شما هم تو بحث هوافضا ما رو توسعه بدید ببینید این 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 اون میزه است که قبلا نبود شما چی داشتی به روسیه بدی هیچ پس چیزی هم نمیتونی از روسیه بگیری اگر سر میزی با روسا میشستید یا با امریکا یا چیزی نداشتید بدید چی میخواستید بدید چی بگیرید چرا اصلا باید بگیرید اصلا اون چیزی که ما میگیم میتونی بگی نه اون موقع نمیتونستی الان میتونی بله میگفتی نه ولی اون دوتا اون بالا بریتانیا روسیه توافق میکردن میمدن سر وقتت یکی باید 19 19 میبست یکی باید 19 میبست تو این فضا شما ابزار قدرت ساختی بازی کردی میدان میدان باید میرفته و برای تو ابزار قدرت میساخته تا دیپلماسی اصلا معنا پیدا کنه تو الان آمریکا رو با گابون یه کشوره بذار سره یه میز خب یه موضوعی رو بذار وسطشون یه بذار سر یه میز چرا آمریکا باید به گابون یا مثلا به کنیا پو هم بده دلیلی نداره پایگان نظامی هم میزنیم یه اونجا میشینه تا هم بتونن منابش میخوره چرا باید بده حالا روسا اومدن گابون رفت سمت روسا روسا آمریکا درگیرن با هم توافق میکنن دو تای تا میخورن ولی کنیا رو نمیارن بالا گابان رو نمیارن بالا این نکته مهمه خب امروز شما اون ایران 1304 اید اون ایران 1204 اید اون ایرانید امروز شما توی جنگ اوکراین میرید این ترازوی بین روسیه و ناتو که دارن با هم می جنگن. ایران که سمت روسیه این سنگی میشه دیگه تو نیجر فرانسه آفریقایا، تو مالی برکنافاس ایران اینو تغییر میده توی شامات مدیترانه اینو تغییر میده بعد حالا شما وارد توافق میشید بگذارید من چند تا بگم آقای ظریف شما که تو اون فایل سه ساعته زدید آقای لاوروف و روسیه رو نداره من که سینوچاک روسیه نیستم من جانم فدای ایرانه اما میدونم روسیه هم سایه ماست قدرتمنده ریشه های فرهنگیش رو میشناسم و میدونم اگر زمانی که با اروپا درگیره روسیه که با اروپا درگیره در مقطعی که روسیه با اروپا درگیره مثل 300 سال گذشته اگه جنوبش بسته باشه به تو حمله میکنه و ایران نه تنها از زمین روسیه جدا نشد به زمین آمریکا بره بلکه زمین روسیه را برای دست بالاتر در مقابل ناتو پر کرد برای اولین بار در تاریخ. ایران لحاظ نظامی دور زدن تحریما، شرایط اقتصادی ورود و خروج کالا دست روسار رو پر کرد یک نکته روسا در سی سال گذشته از سمت اروپا تهدید سمت جنوب گریزگاهشون بوده پس به جنوب حمله میکردن حالا نه تنها جنوب که ایرانه داره روسیه رو تسلیح میکنه در مقابل اروپا جنوبش رو هم به صورت همکاری دو طرف لحاظ اقتصادی فعال کرده نه تنها روسیه بهش حمله نمیکنه بلکه بهش پوهم میده آقای پوتین میاد ما رو میبره تو سازمان آزار تجارت آزاد اوراسیا ما رو میبره تو شانگهای لابی آقای پوتین فشار رو بر هند افزایش میده ایران رو وارد بریکس میکنه پروژه یک کمربند یک راه ما رو انجام میده میاد قرارداد میبنده کشتی رو رو برای ما میسازه سه به سه رو در قفقاز ایجاد میکنه برای ما اونا همیشه میگفتن با برید بابا شما کید ولی الان وقتی یه میز مز وقتی سر یک میز میشینی با دری که درست از وضعیت ژئوپلیتیک روس ها که در چه فضایی از اون نقطه درگیری با اروپا چه نیازهایی در سمت ایران دارن اون نیازها رو تامین میکنی و بر اساس تامین اون نیازها نیازات ازش برآورده میکنی کاری که شما بلد نبودید کاری که شما اصلا بلد نبودید اصلا بلد نبودید و میگید که روسا سرمون کلا گذاشتن طبق 300 سال گذشته روند 300 سال گذشته هرگاه روسا با اروپا درگیر بودن به جنوبشون حمله کردن چرا حمله نمیکنه چرا حمله نمیکنه واسه چه حمله کنه داره با ایران کار میکنه ایران داره نیازهاش برآورده میکنه و نیازهای ایران رو هم روسا برآورده میکنن همون صحبتی که سردار زاده گفت آقای دکتر ظریف دست دارید این بازی نخنما شده ببینید شما دارید فضایی رو در جامعه ایجاد میکنید از بود روانی که اگر بر اساس فضای جهانی تنش ها رفتن به سمت نظم جدید و جیک سالیوان امروز چی گفت؟ گفت باید ما تا میتونیم تا میتونیم با چین مدیریت تنش کنیم وگرنه جنگ بین ما حتمیه خب الان مثلا آقای شیجی داره میره اونجا که با هم توافق کنن ممنوع اعلام کنن استفاده از هوش مصنوعی برای مثلا استفاده از موشک های کلاهک اتمی دارن خطرناکه این, این توافقاتی هستش که این کانالهایی هست که باقی مونده اگه بتونن احیا کنن کانالهایی بینشون بسته شده شما دارید تو این فضای جهانی که کانالهای ارتباطی یک بسته شده هجمون ها از توافقات گسترده خارج شدن آسمان باز عدم گسترش شخصیات اتمی عدم تستش و و و شما تو اون مقطع که دنیا داره یک نظمی پیدا میکنه ممکنه حاکمیت ما نظام ما بر اساس منافع کلیش منافع ایران تصمیمی بگیره به درست یا غلط که در این نقطه بازیگری کنه اگر جامعه ایران همراهی نکنه این تصمیم با شکست روبرو میشه و هر شکستی در هر تصمیمی در این مقطع زمانی یعنی فاتحه و شما دارید یه کاری میکنید که نظام از چشم مردم جوری دیده بشه که میخواد حمله کنه جنگ کنه اینا هم راحت میشستن هیچ کنیم چیشون نمیشه بخور بخوره ما میریم کشته میشیم اون وقت ایران رو خلع سلاح کنید که نتونه بازیگری کنه این بازی نخنما شده دیگه جواب نمیده از 88 با این بازیاتون دارید ما رو میکشید به والله دیگه خسته شدیم و دیگه اصلا برامون عادی شده جواب نمیده شما یه چیز بگید پشت پرده اساتید دانشگاه میان بدون ارائه تحلیل الان من تحلیل ارائه دادم اومدم ژئوپلیتیک روسیه رو گفتم بخش اروپا شو تهدیدایی که از جنوب احساس میکرد از شمال احساس میکرد و اینکه ایران چگونه باید بازی میکرد با چه ابزاری و چیا به دست می آورد شما هم بیاید صحبت کنید شما که سر تا سر مونولوگی هیچ جای گفتگو دو طرفه ای وجود نداره حتی اساتید دانشگاهتون هم گفتگو دو طرفه نمیکنه د... توی د... توی رسانه من میدم یه عزیزی داشت با آقای زیبا کلام بحث میکرد گو آقا من اگه تسلیحات نظامی نداشته باشم چطور جلوی اسرائیل که به هیچ ساز و کار حقوق بین المللی پایبند نیست و قبل کاملا احیاش میکنه امروز گزارش دیدم امروز من گذاشتم از توییتی نا... تویتی که آقای بلینکن به کارکنان ای زده بود چون دو دستگی ایجاد شد یک نامه سرگشاده بیش از 100 نفر از کارکنانشون داره بودن به آقای بلینکن که آقای چه وضعشه خب قبل دو خلای معنایی شده قبل دوچاره خلای معنایی شده دموکراسی آزاد بیان این چیه اون چیه دیگه نظر این سطحش که توی فلسطین داره اتفاق میفته دو خلای معنا شدن یه نامه سرگشاده دادن آقای بلینکن در پاسخ گفته بله منم میبینم کودکان و سالخوردگان و زنان و اینا میمیرن چقدر سخته و من هم این احساس مثل شما دارم خب خب که چی؟ ببینید تو این فضا خب که چی؟ اسرائیل هنوز داره میزنه و قربه حمایت میکنه شما های تسلیلات نداشته باشید اون بمب‌های های یه تونی دو تونی که رو سر مردم غزه میاد و سر مردم ایران بیاد آقای زیبا کلم آقای ظریف قرب و سازوکارهای حقوق بینالمله کمک نمیکنه جنازه پشت جنازه خواهیم داد بعد آقای زیبا کلام میگه میگه که آقای زیبا کلام راهکار چیه میگه دموکراسی ایدار ایران میگه کشور به ما حمله کرده چیکار کنیم که دموکراسی اصلا و چند نفرم میدون میدونن تو بو... تو بوق کارنا میکنن که ببینید این این مجری صدا ما سیما ادبه به آقای زیبا کلام تو این چی چی میگی آقا چی میگی دارن میکشن مردمو هزار تا هزار تا با شش تا بمب یتونی چال میکنن دموکراسی سلاح تو برای جنگ شوخیتون گرفته روس ها نامردن دور زدن ما رو شوخیتون گرفته جایی که عربستان و امارات اومدن تو بریکس ایران رو راه نمیدن همه جور خرج هزینه میکنن که راه ندن با لابی پوتین ما رفتیم تو فشار پوتین و پوتین چرا باید لابی کنه چون ابزار قدرت داریم این ایران که اون ایران گذشته نیست شما هنوز مثل که تور پدافند رو نرفتید و اساتیدتون رو جمع کنید خیلی سطحی دارن مباحث می نویسن توی روزنامه هاشون این سطح از سطحی نگری توی مقالات در راستای تایید سخنان شما دیگه واقعا زننده است دیگه واقعا زننده است واقعا بیاید بشینیم مناظره کنیم بیاید صحبت کنیم ببینیم بازی نظام درست بود اون چیزی که شما میگید اون چیزی که شما میگید رو بررسی کنیم ببینیم کجا ایستاده بودیم اگه تو زمین روسیه بازی نمی کردیم زنگ زور ایجاد شده بود کریدور عرب مت دو ستونه سازی آره آره شما فقط واسه تو چی تویت بزنی دیگه تهش همین بود که آقای فکت خدا و نمیشه دیگه بالاخره آره این مدلیه مقاله بنویسید پشت مقاله ولی اون چیزی که در میدان و در واقعیت هست اینه ایران بازیگره ابزار قدرت داره با روسا داره کار میکنه برای اولین بار در از سال گذشته جنوب رو روسا حمله نکردن بلکه با ما کار کردن و اتفاقا به ما سهم دادن همون سهمی که خودشون دارن رو هم به ما دادن و این ما رو در شانگهای در بیلیک در سازمان تجارت آزاد اوراسیا در خیلی جاها عضو کردن و فضا و پتانسیلی که چینی ها در خرید نفت برای ما لحاظ کردن دست ما رو بازتر کرده برای کمی تثبیت در بخش اقتصادی داخل و بازی بیرونی و اینکه ایران رو خواهیم ساخت ایران رو که ساختیم شما هم سهمتون رو دارید هر تفکری که دارید ایران برای همه ماست اما ما میسازیم شما ها دیگه نمیتونید تو این کشور تصمیمات عجیب قریب بگیرید و ده سال ده سال مرقب بندازید شرمنده این بار یه وضعی خارجه خوب داریم دولت هم حواسش جمعه سیستم هم درست بازی کرده نظامیون هم تو میدان دارن فوقلاده کار میکنن دیپلماسی و اقتصاد و فرهنگ و همه چی باید در اختیار میدان باشه تو این دو سال تو این یه سال تا ما سهممون رو به دست بیاریم و این اتفاق میفته وقتی که اتفاق افتاد و سهممون رو گرفتیم همه اینا که امروز به میدان کمک کردن شکوفا میشن و توسعه پیدا میکنن اون وقت شما میتونی به خاطرات کتاب بنویسی و امیدوارم حداقل یک یا دو بار بتونین کتاب رو به چاپ مجدد برسونید و چاپش کنید چون با این دست که شما میدید بار محتوایی نره مرسی همراه بودید از همه عزیزان که لایک میکنن کامنت میدن و اینکه یه موضوع هم من دارم ولی بذار توی جای دیگه بگم لایک ها ممنون بیشتر دیده میشه حمایت های مالیتون واقعا ممنونم همیشه لطف داشتید به من و همه رو به خدا میسپرم پاینده ایران همیشه ایران برای ایران